برای نظام هستی، برای نظام خلقت ما هدف قائلی، اونو هدف من میدونیم و این هدف رو به اصطلاح راننده این مرکب، خب مرکب رو تعریف کردیم درسته؟ خب جان رو تعریف کردیم، روح الله رو تعریف کردیم به عنوان یک بخش که حالا میدونید، راننده رو تعریف کردیم که البته ما اینجا اسم اون راننده رو گذاشتیم نفس، ممکن با نفس بیرون تفاوت پیدا بکنه، همه اینا زمانی معنا پیدا میگرد که این راننده بتونه این بر بده، این مرکب رو بتونه اون بر بده. اگر نتونه این میشه یک سناریویی که خب چی میدونم بال در یه جای نوشته شده و ما هم داریم این نمایشنامه بازی میکنیم. حالا محصل بازی نمایشنامه اینه که حالا یا خدا یا خدایان سرگرم میشن و به هوس خودشون به اصطلاح یه جوری پاسخ داده بشه، نفعی به حال ما نداره. بعد هم اینجا دیگه ما خوب بودن و بد بودن و کمال جو بودن و کمال جو نبودن ما معنا پیدا نمیکرد. یه سناریوه، این نقش رو نقش اول رو دادم اینجا، نقش آخر رو دادم به ما و در واقع هر کسی نقشی دادم بهش بازی کنه. بعد تمام معیارهای در واقع ارزشمند، تمام ارزش آوز دردشون چی میشه؟ دیگه تمام میشه دیگه، برای که سناریو که شد در خود اون سناریو در واقع خود اون افراد فقط دارن یه اجرای نقش میکنن، نقششون رو ایفا میکنن و خودشون مستقل از اون ارزش ها و ضد ارزش ها هستن. حالا به هر صورت امیدواریم که با در فرصتی البته تو کتاب بعدی عوالم مختلف و این موضوعی که خدمتتون توضیح دادم اینا اومده، امیدوار هستیم که بیشتر بتونیم توضیحاتی در این خصوص بدیم. من اون مثالی که خدمتتون زدم این بود که هم حرکت ذاتی رو در واقع تعریف کرده باشیم، هم اینه که اینو در یک قالب مثال ساده مثل همون راننده و لوکوموتیو و اینها بتونیم پاسخی بهش داده باشیم. نمیدونم، البته من میدونم که هیچ موقع این چیزا کافی نیست که اون جواب لازم داده بشه.